عالیه. آها، 3 2 1 عشقم بخند. آهان، دست پایین. 3 2 1 عالی. بعدی رو سرین خوبه. عالیه. بخند بخند. آها، مرسی. خب رو سرین تو بردار. آها، مرسی. دست کنار گوشواره. آره آره، همین. عالی، تمام، متشکرم. فرمتو کامل پر کردی؟ آره. دانشگاه میری یا مثل من اهل پیچی؟ بله، میرم. استادا سراغ منو میگیرن؟ نه، فقط استاد حبیبی چند بار سراغتو گرفت. بادیگن رقصت که خوب بود، عشقم چرا ننوشتی؟ مگه قرار نیست اینجا فقط مدل لباس باشیم؟ خب بستگی به جنمت داره. یعنی چی؟ خب تو هم خوشگلی هم لیاقتشو داری. اگه یه ذره اینجا رو روشن کنی و یه نمی گاز بدی، به هرچی دلت بخواد میرسی. باشه، خر شدم، قبوله. اینجا بنویسم؟ آره. امضا. بچه ها آماده این، دیر شده، زود باشین. خسته نباشین. مرسی عزیزم. به پا چش نخوری. مرسی. ترانه، میگم عکس مکسمون که بیرون نمیاد. من داداشام نمیدونن تو این کارم. نه عزیزم، خیالت راحت. احوال پدا جون؟ فدات. چیکار میکنی؟ سپیره نیم ساعت عقبی ما؟ تو امشب هی برو بیا با من دستور بده. چیکار کنم دیگه؟ بسته بهت گفتم؟ حقوقم برام ریختن. فرمکی شما؟ گفتم که نگران نباش. بچه زود باشین عقبی ما. چقدر خوب شدی؟ عزیزم درستش کن. آها، عالی، عالی. عزیزا جنا میخوام بتره کنی ها، اصلا هم حل نشد. خوبم، آماده ایم؟ برو عزیزم. دیوونه ای به خدا، خوبه گفتم زود بیا. باور کن ترانه. باشه، بریم. میشناسمت. بریم. یه دقیقه صبر کن، من برم همین بغل یه کار کوچولی دارم، زود برمیگردم، خودم فشنگی میرسونم. اوکی بابا، چشا رو نگاه کن. اومدم.
آقا کریم، آقا کریم بیا در باز کن. نزن دختر نزن، شیشه رو خورد کردی. ببخشید بی زحمت در باز میکنی؟ نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ بیا در باز کن، فردا امتحان دارم، کلی درس دارم. گفتم نمیتونم. شما رو گذاشتن اینجا که در واسه دانشجو باز کنی، نه اینکه بگیر بخوابی. اوان دست این دختر فقط درد سره برام. ببین دختر جان، تو رو خدا برو واسه ما درد سر درست. برم؟ کجا برم این موقع شب؟ ببین ترانه خانم، تو تا صبحم اینجا واسه من برات این در رو باز نمی کنه. اصلا کی به شما اجازه داده منو با اسم کوچیک صدا کنی؟ ای بابا، تا آخه من فامیلی تو رو بلدم. خب اینجا همه تو رو به اسم کوچیک صدا میکنن دیگه. همه یعنی کیا؟ همه دیگه، حتی همین خانم محبی که یه ساعت پیش زنگ زد. خانم محبی؟ آره. چی کار داشت؟ هیچی، همینطوری زنگ زد. آها، پس خانم محبی هم همینطوری این موقع شب به شما زنگ میزنه. خجالت بکش دختر جان، من جای باباشم. آدم موقعی شب به باباشم زنگ نمیزنه. ببین ترانه دختر خانم، خانم محبی به من گفته اگه ترانه یه دقیقه بعد دهانیم اومد راش نده. حالا خیالت راحت شد؟ لازم را نمید. الو. دوتو باشه دیگه، دیر نکنی. باشه باشه، خدافظ. زنگ میزنم، خدافظ. واسه 2000 به آدم اعتماد نمی کنی؟ غلط کردی از یه دختر مجرد منکم میخوای بهت اعتماد کنه. همین 2-3 تا عکسی هم که برات فرستادم از سرتم زیاده. با کی داری حرف میزنی؟ قراشو چوخی شهرستانی نکنی. اتفاقا از تجریش خریدمش. دیوونه روان پریش. یعنی خاک عالم تو سر. طرف بدون سند و زامن با یه تلفن با یه میلیاردی توپل میگیره، وقت تو اینجا نشستی برای یه شارژ 2 تومانی داری مخ میزنی. ارده همین کارم نداری. باشه، قبول باشه، رو تو برم ترانه. اون چیه؟ هیچ معلومه کجا بودی؟ محصه رضای خدا اون گوشی تو جواب بده. بادم جونبم آفت نداره. همش واسه بابای خدا بیامرزت نخون. دو رکعت هم برای روح مادر بزرگ ما بفرست. چی میشه؟ ترانه برات حرف در میارن ها. دیر میای حداقل به آدم بگو دل با پس نشم. بگم که صاف بره کف دست خانم محبی؟ ترانه خانم، آخه بعضی ها ذاتن آنتن به دنیا میان. ببین من اگه آنتنم باشم میذارم تو کار فروش آدما، نه آمپول هوا. گلابی حد خودتو بدون ها، میذارم لهت میکنم. سر جا آسه خون فکر اینجا فلان مدلین یه دور برداشتی. چرا تو فرزا که بیا پایی ببینم یه گلش خوش بود لهت شوی اون چه بشت بیشنم. این صد رحمت به چاله میدون. سلام، چجوری اومدی تو؟ مثل همه تخته کنن در خوابگاهی که دانشجوش از دیوار میاد تو. بیا تو اتاقم کارت دارم. خدایا دیوار اومدی تو؟ دمت گرم، بزن قدش. سلام. سلام. تو دوباره دو کلمه با نامزدت حرف زدی، هوایی شدی؟ والا عشق و حالشون مال خودشون تکیه، بعد اعصاب خردیاشونو بار میزنن میارن تو این قفس. ببخشید جوجه عصبی بودم. بخند دیگه.
بدش من ببینم. صبر کن. پاکش کن. بدش من. پاکش کن. میخوام گوشی بگیرم. پاکش کن. بده من یه گوشی رو. بدش من گوشی رو میگم. چیه ستاره چیه؟ هی ازم عکس میگیره میفرسته واسه پسر ازشون شارژ میگیره دفعه اولش هم نیست. با مال این حرفا نیست. 4 کیلو کم کن. عکس خودتو بذار. پاکش کن. الو. پاکش کن. آره عزیزم خیالت راحت، قفلش کردم تو همین کوچه بغلی خوابگاه. باشه خدافظ. سلام. بیا تو. بشین. راحتم. میذاشتی چلم مادر بزرگ تموم بشه بعد قرمز میپوشیدی. مادر بزرگم قرمز دوست داشت. بگیر. چیه؟ سواد داری بخون. اینا همش از حسادت 4 دانشجوی عقده ایه. این که کلاساتو میپیچونی از حسادته؟ این که ترم قبل کل درساتو افتادی اینم از حسادته؟ این که نمیای دیر میای با موتور میای مثل دزدا از دیوار میپری پایین اینم از حسادته؟ موتور؟ شما تو کل شهر تهران یه خانم موتور سوار دیدی؟ این چیه؟ کوچه پشتی هم دوربین داره؟ چرا مثل بقیه بچه ها به فکر آیندت نیستی؟ بقیه بچه ها یکی رو دارن که دلسوزشون باشه خرج دانشگاهشون رو بده، مثل من نیستن که هی بودوان آخرشم از این اون حرف بشنون. اولا من این اون نیستم، بعدش هم اینجا خوابگاه قانون داره، نداشته باشم جای دانشجو از نه مدلا. مگه مدلا چشونه؟ دست از سر این بچه ها بردار، این آخرین باره دارم به تذکر میدم. من چه کار به کار کسی دارم؟ این پولی که بابت جذب مدل میگیری ترانه پول نیست. بله درست. رئیس دانشگاه دستور اخراجی تو داده، امشبو بمون، از فردا به فکر جا باش برای خودت. یعنی چی؟ خیلی سرم مثلا دانشجوی ما. خیلی خوب پرونش رو صدا تو بیار پایین. من به یه خوابگاه نیاز دارم، سیم خار دارم بکشیم بازم میام تو. نری من باید برم، حراست یه ماه پیگیره، تا الانش هم تخلف کرد. اینجا حالا قبلا چی بوده؟ خیلی سرش اول کارخونه قند خاورمیانه. حالا آثار باستانی رو بخیال. به نظرم به آقاتون بگو اینجا رو نکوبه، یه چند تا عکس خوشگل بگیری. شرط داره. وای خیلی جای باحالیه اینجا. خوش اومده ها. آروین یه عکس خوب از من بگی، میخوام بدمش خانم موهبی بزنم رو شاسی بزرگ، بزنه تو دفترش حالشو ببره. برو بالا ترانه، بذار باشم دیگه. تو که شاید پول داره، کار میخوای چیکار؟ دوست دارم، نگاه کن به من. خوش آمدید.
5 تا فیلم براشون گذاشتم. شبو میمونی؟ در سویت بازه، رفتنی شدی به بندش. میری؟ بله، از خونه زنگ زدم مادرم مریض شده، باید برم. ببخشید. بالا که بودی موبایل دستت ندیدم. وقتی بریزن اینجا همه رو ببرن شما هم میترسید. عزیزا اینجا سفارتشونه، کسی بدون اجازه حق ورود نداره. جیوان دو زون یعنی ترانه جون عاشقتم دیوونتم. آفرین. اینجوری میخوای بریم پاریس؟ دو روزه ریپورت یا؟ خب یه کاری کنیم، تو بپرس، اگه یه ذره اشتباه گفتم یه چشمتو ببن، اگه خیلی اشتباه گفتم دوتا چشماتو ببن. ببین من تو زندگیم به هیچ زنی چشمک نزدم. پاتو بیار جلو. نترس، پاتو بیار جلو. اگه یه ذره اشتباه کردی، دو ذره، سه تا زدم، یعنی کلن تو باغ نیستی. قبوله. سلام. 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 زورتون بخیر. دیر کردی، نگران نشدم. خواب موندم. سلام ترانه. سلام. شهلا گفت اومد یه سر بری پیشش، کارت دارم. اوکی باش. فقط دو نفر میفرستم فعلا. اینا فقط مدل لباسن ها. نشنوم شیطنت کردی. نه رو دل میکنی، خفه شو بابا. کساف. سلام. بیا بشه. سپیده میگفت کارم داشتی. یکی از این مانکن ها اومده خیلی شاکیه. قضیه چی؟ بابته؟ عکسای بی اجابش تو نت پخش شده. به ما چه ربطی داره؟ به ما چه ربطی داره؟ همون عکسایی که پیش تو انداخته دیگه. نرفته جای دیگه که عکس مدلین بندازه. کی هست؟ نمیدونم. نگار صادقیه. کیه؟ نمیشناسم، یعنی یادم نمیاد. ترانه تو که میدونی ما پشت این اتروت کلانا داریم قاچاقی کار میکنیم. یه بی احتیاطی کوچیک سر هممونو به باد میده. یکم حواستو جمع کن، حواست به دور و وریات باشه، این ماجرا اتفاق نیفته. اوکی؟ باش. درم پشت سرت ببن. چی بهتر از اینه؟ کی مثل ما دیده؟ کسی تو عاشقی به ما نرسیده. چی بهتر از اینه؟ کی مثل ما دیده؟ کسی تو عاشقی ما نرسیدم. خوب بود؟ آره خیلی خوب بود. دست بزن. بهترش هم برام بگو. گوش کن. خوش آورم آن هورم آن لسای گل خوشم نیو با خان نیو با خان وای بال بال. خوب. خوب.
خسته نباش. مرسی ترانه جونم، اینقدر خودت اذیت نکن بابا، وسایلتو جمع و جور کن بیا پیش من دیگه. سیاوش جانم همینجا خوبه؟ نه برو جلوتر، اینجا دوربین داره. چش الان چی شد؟ الان بیام؟ اوکی عزیزم اوکی. بفهم خونه شده رستوران دیگه، سه روز اونجا پلاسن. خانم من با عروسا چی کار دارم؟ باید کره خره خودم هم که فقط ارز دو قلوه آوردن دارم. سلام آقا کریم. سلام خانم محبی کجا بودی که دانشجوهاست؟ من الان کار دارم، بعدم بهت زنگ میزنم. بله جانم. آقا کریم یه بسته پستی برای من نیومده. نه نیومده. میشه یه نگاه بکنی؟ دخترم نیومده، آلزایمر که ندارم. دور از جون، حالا بی زحمت تو قفسه ها رو یه نگاه بکن دیگه، دست در نکنه. میدونم نیومده. خانم قاسمی بودی دیگه؟ بله بله. ترانه خانم، ترانه خانم، هنوز ساعت ده و نیم نشده. ده و نیم چیه؟ خانم مهمی گفت اصلا نذارم بیای تو. شما نگی نمیفهمه. نمیدونم این در برای کی گذاشتن اینجا. خانم قاسمی شما که بسته نداشتین اینجا. نه نیومده هنوز. برو. شما از 6 تا بچه هم بیشتر موهای منو سفید کردی. شماها اونجا چیکار میکنی؟ سلام. تو بلند شو، تو بلند نشینا، من بالاخره یه جا پیدا میکنم. بیا. تو بلند نشینا، من بالاخره یه جا پیدا میکنم. ترانه بخوا که از شام خبری نیست. نگاه با چه کنشینی ها. آها من قشنگ اینجوری. چوب پای سری لحموزیلیم کردی. بچه ها سبزی داریم. بشیم هم میام. بشیم. چطوری بچه من؟ قربونه تو خوبی؟ عاشقتم بچه. به به آزیتا جون کیفش کوکه؟ خوبم. نه اصلا حالش خوب نیست، الکی میگه. فکر کنم که اشتیاش غرق شده، عاشق شده. ای بابا امشب چی کاری؟ میری خونه یا میمونی؟ نمیدونم فعلا معلوم نیست. میگم آترانه من یه دختر خاله دارم، وقت دلش میخواد بیاد تست مدلینگ بده، ولی خوشکل، قد بلند، خوش تیپ، فوق لیسانس داره، زبان انگلیسیش فوله. با این همه آبشاخ ها بره شوهر کنه. بیا تو کارگرم از خود کنم. ببخشید مثل که نه اصلا بیا تو مهناز جون، بچه جا باز کنید برای بیا این نونه رو نه مرسی من نمیخوام. بشین مهناز جون، بیا بشین. نه ممنون. ترانه جان، ترانه خانم ببخشید، من خواستم برای شرکتتون یه فیلمی بفرستم، خواستم ببینم که این لباس های خوبه. نه آره برای تست لباس یاد مهم نیست. دقیقا ببین میار ما مدل ها تخصص و عرق جبینه. عرق جبینه خوب اومدی ها. ببخشید نه واقعا میسته که بعد موقع است مذارت. مهناز جون مدل کی بودی؟ شما خیلی دیرم شده. دست شما درد نکنه. نوشه جونه، نوشه جونه. خدا خدا مرضیه. نسکه فهم همو زنیم بگیم. تو فقط تو. نه بابا. بچه ها تو همه هستن امشب؟ نه بالا سری من رفتم خونه هم نیومد. نه این تخت خالی داری من بیام. ها دیگه داری. چرا نه ایف بیام. طوری شده؟ نه بابا اینجا خوابم نه این برای از درس خانم محبی. باش. سر شب بیام منتظر. باشه خدافز. ترانه
یه دقیقه بی کارت دارم. چیه عزیزم؟ میشه آدرس دفتر شهلا رو به هم بدی؟ سلام ترانه، این دختره از خاک و کناریه، ازش عکس و فیلم گرفتم، ببین اگه خوده. باشه بعدم در چی میخوای؟ چیز مهمی نیستش، میخواستم با خودش حرف بزنم. میشه آدرسش رو به هم بدی؟ جونم عزیزم فرده جم. آره دیگه اینجا باشه، حالا فردا میبینم. سمیر و بقیه آمادن؟ آره. هما جان اومدم. آزیتا جواب داد؟ نه، رد تماس میده. نمیفهمم آخه، این تا به یه جایی میرسن خودشون گم میکنن، تریپ برمیدارن. حالا شاید مریض باشه بیچاره. نمورده که. باشه خوب شد. ببینم اینو ببین خوب شده. خود شیفته نمیخواد بیا؟ هما جان نمیخوای بیا؟ اومدم. آقای محترم شما اصلا نمیذاری من، مگه شما به من نگفتی واسه پذیرایی از مهمونای فرنگی بخونم؟ عزیز من مگه نگفتی اینو؟ اصلا نمیفهمی من چی میگم؟ میگم تو به من گفتی من نرسیدی آقا، برای تشریفات گفتی من میخوام اینا رو بخونم. آقای محترم صدا تو بکش پایین، یه لحظه گوش کن. مگه تو به من نگفتی برای تشریفات مراسمتون چند تا مدلای ما رو میخواد؟ خب آقا تو اتاق خصوصی چه غلطی میکردین؟ ای خوش پایه بوده پچه رلو شاکیه خفشو بابا، عوضی کسافت. تو نمیخواد به من درس ادبیات بدی، برو بمیر بابا. چیکار داری؟ نره به خانوادش بگی درد سرشه. اگه بر بچه رو سخت کنه اصلا برای چی باید کسی بفهمه؟ مگه چرا بچه ها رو میفرستی جایی که نمیشناسی؟ این حرفا رو برو به سیاوش بزن، به من چه ربطی داره؟ سیاوش؟ معرفشون سیاوش بوده، من اصلا اینا رو نمیشناسم، نمیدونم اصلا کیان. مگه من نگفتم این مدل فقط با آتلیه در ارتباط باشن؟ آدرس اینجا را کجا پیدا کرده؟ خیالم ازش راحت. چقدر دیر کردی؟ با اتوبوس اومدم.
مگه روزای دیگه با جت میومدی؟ چی شده؟ هیچ. رو تو خوب بگیر نشناسه. کولتو بده به من. با فاصله بیا. بلدی سرت کنی؟ زود باش دیگه کمرم برید. چقدر غر میزنی؟ فقط هیکل گنده کردی یا؟ انگار این جوجه رو با سرب پرش کردن، انقدر سنگینه. چی کار میکنی اون بالا؟ بابا نمیبینی مگه سامعه جان؟ لامپ سوخته، من دارم عوضش میکنم، نگاه. خدا بگم چی کارت نکنه. نه خب شوخی کردم. پاشو این چای به لیمو رو بخور برای سردردت خوب. شکر نداره، نترس. تو که از این چیزا گوش نمی کردی. تنه من واقعا نمیفهمم تو چرا انقدر لجبازی میکنی؟ تا که این قایم موشک بازی ها؟ من میگم بیبریم با رئیس دانشگاه صحبت کنیم، سنگ که نیست راضی میشه بالاخره. حالا چی داری مینویسی؟ اپلیکیشن برای یه شرکت حمل و نقله، تا فردا هم باید آماده باشه. میرم یه دوش میگیرم میام. سلام، ترسیدم، فکرم خانم محبیه. خیلی دوست داری مدلشی، نه؟ آره خیلی. چرا؟ خب میدونی خیلی جذابه دیگه. مثلا تصورشو بکن عکست میخوره تو مجله، تو روزنامه، ببین بیلبوردای توی خیابونا رو دیدی، پفه کن عکست میخوره روش، تشویقت میکنن، تحویلت میگیرن، خیلی باله. خب درست هم خوب بخونی یه چیزی بشی بیشتر تحویلت میگیرن. خب آره، ولی خب به هر حال هر کسی یه سری استعدادام داره دیگه. خب الو سلام علیکم حاج آقا. ببین من احساس میکنم که یه فرقی تو این زمینه خب با آدمای دیگه دارم که میتونم. ببین به نظرم یه استعلام دوباره از خدا بگیر درباره استعدادهای نهفته‌ات، بد نیست. نه حاج آقا، از دانشگاه هم اخراج شده.
میخواستم بدونم که اگه ما راش بدیم بیا تو خوابگاه از نظر شهریش وای چی شده؟ هیچی فقط بشین موبایلت حرف بزن. وای ترانه قلبم اومد تو دهنم. چی شده؟ بشین حرف بزن دیگه. شالتو جمع کن. خب دیگه چه خبر؟ سلام حمیده جون، من بعدم با شما تماس میگیرم. خدافظ. ترانه رو ندیدی؟ باید همین دورو برا باشه. چطور مگه؟ شما با اجازه کی راش دادی؟ مگه من مسئول حراستم؟ خواهیم موی بیگه کسی رو را بدم یا ندم؟ سومه شما با هم همسایه بودین، رفیق بودین، نون و نمک همو خوردین. من نمیفهمم تو چرا اینقدر بیتفاوتی؟ بخوام با تفاوت باشم باید چیکار کنم؟ از این پنجره بندازمش بیرون؟ مادرش هر هفته داره زنگ میزنه گریه میکنه. چرا سر بهش نمیزنه؟ ها؟ مادرش از غریبه ها بدتره؟ میگه تا بابام نیاد اون خونه من پامو نمیذارم اونجا. باباش عملیه. ترک کنه تا راش بده. انتظار زیادیه؟ تو نمیدونی. تو نمیدونی آزیتا چش شده؟ نه چطور؟ مامانش میگه از ظهر که اومده حالش خیلی بده، همش داره گریه میکنه. آره دیروز هم که اینجا بود خیلی حالش گرفته بود. حالا که ترانه رو دیدی ببین اون خبر داره. باش. تاریخ دقیقش اگه من لطف کنید. چطوری بچه جان؟ خوبه؟ مرسی. بله من خدمتون گفتم دیروزم که تماس گرفته بودین 1:70. نه دیگه واقعا دارین. نه آخه نگاه کنید شما مثلا با کفش پاشت بلند و اینا یه چیز هلوشه 1:70-1:75 شاید تا حتی تا 80 هم بره. نه به خصوص تو تصویر و عکس و فیلم برداری اینه که دیگه اصلا مشکل یه لحظه دوشه. شهله کجا؟ اومده داره با امیر حرف میزنه. نه بود تو اتاقش بیرون دارن حرف میزنه. بله ببخشید داشتم میگفتم خدمتتون. چرا تلفن تو دیروز تا حالا جواب نمیدی؟ امتحان داشتم. چیه چیزی شده؟ سرم درد میکنه. چرا؟ حوصله ندارم. کجا میری؟ بیا بالا برسونم. نمیخوام، میخوام برم قدم بزنم. ببین چی ساختم برات. یعنی طرحی برات زدم عدل پیشت لونگ بندازه. پرچم خوابگاهو میکوبم وسط میس یونیورس بعد از اونجا براتون بای بای میکنم. نامردی این مدل ماها رو نپسندی ها. ببین من از این عشق دوربینا نیستم ها، من دستمزدم و همو اول میگیرم ساعتی. میدونم آفرین کارت درسته. مرزی جون ببخشید دیگه ما همینجوری سرمونو میندازیم پایین میایم تو. این حرفا چی چیه خانم؟ منزل خودتونه. دیدیش خوبه. یه قربونت بشم. بگی شربت بهار نارنج. میگم ها بچه ها شنفتین چطور شده؟ ارازل و اوباش ریختن دم در خوابگاه میخواستن بیان تو. کریم آقام این شیر جلوشون وایساده ها، ولی این نامردا تعدادشون زیاد بوده ریختن سر پیرمرد بیچاره، زدن لتو پارش کردن بچه هم گذاشتن در رفتن. خوبه تو بری بی بی سی ها، 50-50 میشه رو حرفات حساب کرد. برای چی چی؟ اولا که ارازل و اوباش نبودن، داداشه آزیتا بودن. دوباره شیر کجا بوده؟ یارو تا صداشو بلند کرده آقا کریم ترسیده فرار کرده خورده به دستش شکسته. داداش رازیتا واسه چی؟ اون روز که حالش بد شده بود خانواده‌اش یارنش دکتر، بعد اونجا میفهمن خانم خانم حامله است. حالا که از بیمارستان فرار کرده بعد داداشش اومده تو خوابگاه دنبالش، آقا کریم هم نذاشته بیان تو، دعواشون شده. همین حالت خوبه؟ میخوای آب قندت بدم؟ ترانه چه خبره؟ خانم بیکیل دای پشته بومو داد گفت بری اونجا قایم شی. واسه چی؟ بابا بابای آزیتا با مأمور اومده حکم جلب ترانه رو دارم. بابا
ترانه؟ ترانه؟ اینجایی؟ پاشو بریم، مامورا رفتن. نگران نباش، خدا بزرگه، همه چی درست میشه. میگم این دوتا شب امتحانی کتاب خونه رو قورت دادن ها. من میرم مسواک بزنم. ترانه بایستا، بایستا باید حرف بزنم. ترانه داری اشتباه میکنی، بایستا کمکت میکنم. ترانه چه روزای خوبیه، تکراری نمیشه واسم بودن باهات. دنیا عوض شده، همه دنیامو میبینم فقط تو چشات. هی چه شیک زندگیمون، تو روزایی که عاشق شدن دمونه است. عالیه همه چی کنار تو، حتی اگه باشم تو قفس. چی بهتر از اینه، کی مثل ما دیده کسی تو عاشقی ما نرسیدن. چی بهتر از اینه، کی مثل ما دیدن کسی تو عاشقی به ما نرسیدن. عالی بود، بیا این طرف. بیا. خوب بود ها؟ عالی بود پسر. چاکریم. چطور بود؟ عالی بود سیا، بهترین وکالی بود که ازت گرفتم. مرسی. مرسی. ترانه اون بار خیلی وقت ما دازه. آره. باشه، دمتون گرم. خسته نباشید. خسته نباشید. مرسی. هلو، چطوری؟ شنیدی فاینال بود؟ من که کلن مخم بود. دهن نشون. شما میگین از تو کجا رفته؟ با این گندی که زده چه میدونم کجا رفته؟ رفته سر قبر من، رفته تو قوارا گم شده.
آزیتا اهل این حرفا نبود. شما اونجا بودی باش؟ من هم میگم آزیتا دختر خوبیه. بی من موندم کی به خانواده این گفت؟ اصلا این از کجا فهمیدن؟ کسی چیزی نگفته که. ظاهرا این ناراحتی روحی روانی داشته، میبرم بیمارستان اونجا میفهمن. چقدر من به این دختر احمق گفتم بابا من یه جا رو هماهنگ کردم بیا برو بی سر و صدا بچه رو سخت کن خلاص. اینقدر نکرد همه عالم آدم فهمیدن. حالا تو این روزا داری میری؟ چه کار کنم واسه همجا شما رو نگاه کنم؟ بچه واقعا به نظر من نگرانیتون خیلی بی خوده. ببخشید برای چی بی خوده؟ آقا کی میخواد ثابت کنه ما یارو رو فرستادیم مهمونی؟ اصلا اومدن ثابتم کردم. ما به یارو گفتیم برو اونجا رو غلطی دلت میخواد بکنه. خب شاید مجبورش کردم. چرا من شما رو مجبور نمیکنم؟ خودت جمع کن. حالا. ترن خانم این برانور آفتابی نشیا. چند شب بمون تو شرکت تا من یه جای درست حسابی واسه جور کنم.
نگاه کن تو رو خدا، چرا اینجوری میکنی با خودت؟ تران جان عزیزم، من تو مقصری اینجوری خودت اذیت میکنی. این الان خیلی خوششانسی میاره نه؟ به خودتون آویزون کردی هی هم بهش ور میریم. فضول من تو؟ فلان که شانس تو بغل توه. ترانه جون یه ماشین جور کردم بلنشین برین شمال، حال هواتون رو عوض کنین تا آبا از آسیا بیفته، من جور کنم از مرز رد شین. رد شین؟ کجا بریم؟ یه عمره دنبال چی؟ کجا میخوای بری؟ دنبال اقامت اروپا، ویزای فرانسه؟ بابا الان بهترین موقعیت دیگه، من معرفتشو دارم، قدرتش هم دارم، جور میکنم. اقامت و ویزا با من، بریم دنبال سرنوشتتون. راستا کی میتونه عزیز من باشه؟ اوتما سر عجب جاده خوشگلی ها. ترانه نگاه کن، درخت ها تو هم دیگه این تونل مانند شده، خیلی قشنگه نه؟ باحاله. کیه امیره؟ کجا؟ کجا چیه؟ اسمس رو میگم، میگم امیره؟ آها، نه مگه غیر از امیر و شعلا کسی هم شماره جدید تو رو داره؟ چیزه؟ تبلیغات؟ اه؟ میگم به نظرت دوست شعلا میتونه ردمون کنه؟ نمیدونم، شعلا که خیلی ازش تعریف میکرد. حالا اینا رو ولش کن، همین که شهلا شعورش رسیده ماشین رو گذاشته زیر پامون باید تو گینه ثبت کنه نه؟ من همونم که همیشه غم و غصه‌اش بیشماره، اونی که تنها ترینه حتی سایم نداره. اکی میمیم شما؟ یه هفته. چند زیاد؟ شهلا گفت روسش ایران نیست، باید برگرده ما رو رد کنه دیگه. بدم نیست، من که عاشق شمالم، تو هم که هستی. سویچ ماشین کجا؟ برای چی میخوای؟ برم بالا کتفا رو بیارم. اه عزیزم سیب زمینی دارم میذارم. عزیزم من با سیب زمینی سیر نمیشم. اه خب بشی خودم میرم میارم. نه من میرم، تو برو چوب بیار، چوبا کم. باشی مرسی. الو 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 آزیتا کجایی دختر؟ ببین الان فرصت نیست، نمیتونم زیاد برات توضیح بدم، فقط تا میتونی از سیاوش فاصله بگیری، همه این بلا رو عوضی سرم آورده. چی؟ دنبال یه موقعیتی که تو هم سر به نیست کنه، فهمیدی چی گفتم؟ الو 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 خیلی زرنگ بودن، انگار هر دفعه یه آتولیه رو اجاره میکردم.
پلیس میگه مدل هیچ آدرسی از شرکت ندارن، فقط شماره موبایل که اونم معلوم نیست مال کیه. الانم که خاموشه. تو چه کار کردی؟ کاش به مادرت میگفتی یه سری به فامیله ترانه بزنه، شاید اونجا ها باشه. سهر زد ولی هیشکی. سمیه داری گریه میکنی؟ چیزی نشده که پیداش میشه. ترانه دختر عاقلیه، از پس خودش برمیاد. بعدش هم بچه که نیست که. آقا. بله. آقا من رو تا یه جایی میرسونی؟ بله. من رو تا یه جایی میبری؟ بیجور بوش عقب بنش، بوش عقب بنش. چی میگی؟ برو عقب بشین، مردم برای من حد در میارن. امین چطوری؟ نبینم در مونده باشی خانم. خوبی؟ تو خوبی؟ ببخشید دیر کردم. خودم بهت برسونم هزار تا مشکل پیش اومد. نذار به پای کم اهمیتی. دیشب کجا خوابیدی؟ شماره جدید منو کی داده بازی تا؟ بعدش چرا گوشیشو خاموش کرد؟ شماره تو من بهش دادم. حالش خیلی بد بود، شماره تو ازم خواست. منم مجبور شدم بهش بدم. به نظرت حرفایی که راجب سیاوش میزنه درسته؟ نمیدونم. منم گیجم. اصلا نمیتونم باور کنم. سیاوش، دیدی که کسی اینجا نیست غیر از خودم و خودت. سیاوش اصلا میگم شاید فرار نکرده باشه، یه اتفاق براش افتاده. سیستما رو خالی کردی اگه اینجا رو پیدا کردن دردسر نشه برامون؟ سپردم به بچه. از جولیت خبر نداری؟ به جولیت چی کار داری؟ یه چی بابا عوضی چند وقتی جواب نمیده. حالا جواب نمیده تو چرا ناراحتی؟ آی 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 سیاوش، هیشکی اینجا نیست. حله بریم. من دیرم شده سیاه، میخوام برم مهمونی. میای تشریف بیار بریم. میای نمیای؟ سیاوش دیرمه. نمیای؟ یا قفلی زدی رو اینجا ها خدایی بریم دیگه دیوونه. زبیده جون ترانه ترانه پیدات نیست، خط عوض میکنی سر کار نمیای.
از آزیتا خبر نداری؟ نه، چطور مگه؟ هیچ. من آخرین بار همون روز که اومد با امیر قرار داشت دیدمش. امیر؟ آره. کی؟ فکر کنم دو روز پیش بود. خودش گفت امیر قرار داره؟ نه، من که باش صحبت نکردم، ولی وقتی آزیتا داشت میرفت تو شرکت یادم فقط امیر مونده بود اونجا، داشت کاراشو میکرد. مطمئنی آزیتا بود؟ آره بابا، اون طرف خیابون منتظر تاکسی بودم، دیدم آزیتا بوده بوده اومد رفت تو شرکت. باش. الو، الو ترانه. میگم اگه دوست داشته باشی میتونم یه دو سه روزی بفرستمت مسافرت، حالا هوا عوض میشه. حالا فرصت زیاده. هر جور تو راحتی. سیاوش دیگه زنگ نزد؟ کم نه. جواب میدادی ببینی چی میگه خب؟ چی داره بگه؟ 1% احتمال بدیم آزیتا راجب سیاوش اشتباه فکر کرده باشه. وقت ما دیگه چجوری رومون میشه آخه؟ اشتباه نکرد. این تونستی یه جای نگه دار. چیزی شده؟ میخوام یه سیم کارت بدون اسم بخرم. من خودم یه دونه دارم. بفرم. اه؟ مرسی. میگم تو گرسنه‌ات نیست؟ شما دستور بده. کجا برم؟ جای شلوغ و رستوران که الان جرئت نمی‌کنم بریم. ولی بریم یه چیزی بگیریم، ببریم یه جای خلوت بشینیم بخوریم. چشم. بچه قبل ضبط یه تمرین میریم. آزیتا چی شدی؟ اومد شرکت دیدم حالش خیلی بده، گفت شهلا کجاست؟ گفتم رفته یه سر به انبار بزن. بعدش هم من دیگه ندیدمش، تو با همین خط زنگ زد شماره تو رو ازم خواست. کلا خیلی به هم ریخته بود. من اول به شهلا شک کردم، گفتم شاید بردنش تو انبار جایی زندونیش کردن. رفتم انبار رو گشتم، موبایلش هم همونجا پیدا کردم، ولی خودش اونجا نبود. تو تا الان چیزی بهم نگفتی؟ نمیخواستم چیزی ازت پنهون بکنم، فقط هنو مطمئن نبودم کار شهلاست، کار سیاوشه یا هر دو. خیلی بده آدم ندونه دورو برش داره چی میگذره، با کیا داره کار. کلید انبار رو داری؟ به موقع میای، به موقع میری. چشم. درد سری برامون درست کن. این کارت هم همیشه باید همراهت باشه. باشه. به سلامت. سلام. علیک سلام. ببخشید خانم ترانه عزیزی دارید. چطور مگه؟ سلام. سلام. شما یه بسته پستی برای ترانه عزیزی آوردین؟ بله. کارت شناساییتون رو میشه ببینم؟ بله. بفرمایید. خانم شما که ترانه عزیزی نیستی؟ بله، من هم‌اتاقیشم. خودشون کجا؟ خودشون نیستن. خب بدین من بهشون میرسونم. نه نمیشه، به اون آقام گفتم باید خودش باشه. اصلا باید اینجا رو امضا کنه. احضاریه دادگاست؟ محرمانه است دیگه، نمیشه گفت. حالا کجا هست؟ کی میاد؟ محرمانه است، نمیتونم بگم. خانم ببخش، یه لحظه.
نگران نباشین، احضاری دادگاه با اینا نیست، یه خبر خوشه. من شمارمو میدم، شما بدین به ایشون، بگین که با من تماس بگیرم، من یه جا میرسونم بهش. از شما درد. باشم، میام همون جای قبلی، میام. با این دختره رفته بودن کافی شاپ یکی از این رفیقای مشترکم. انقدر رفتارش غیرعادی بوده رفیقم ازشون فیلم میگیره. بعدش هم که آقا اینقدر سرخوش بوده موبایلش جا بزن. خبر داشتم. چیو؟ رفاقتشو با این دختر جولیت. یعنی رابطهشون برات مهم نبود؟ گفت این دختر یه سری رابطه های خوب با سفارتخونه های اروپایی داره، واسه اینکه ویزای شنگنمون اوکی کنه یه رابطه سوری با هم داشتن. منم خیالم ازش راحت بود چون هیچ وقت موبایلش پاسپورت نمیذاشت. اگه اینجوریه پس قضیه رابطهش با شهلا و ماجرای آزیتا رو برای تعریف کرده. آره آزیتا کجاست؟ پیامه شهلا و سیاوش رو با هم بخون. ترانه، من میگم بیا بریم پیش پلیس. Oh!
نباید میمونی اینجا تارم. نمیخواستم با این صحنه روبرو شی. مثل اینکه آمدنش اینجا نتونسته تحمل کنه خودشو خلاص کرد. اون دو تا عوضی هم بچه ها گرفتنشون. چه صفت دروغ تو؟ چه بلای سر و برا آوردی سیامت؟ چه کار کردی با من میدنی؟ چرا لب شدی سیامش حرف بزن؟ حرف بزن عشقان! عشقان! چه حرف نمیزنی عشقان؟ چه بلایی بود سر و برا آوردی؟ واقعا فقط خواستیم پناهش بدیم، ولی میدونی خودش ترانه اصلا فکر نمی کردم یه خواننده دوزری انقدر عاقل باشه. زیادم وقت نداری، به پیشنهاد که دادم فکر کن. امیر سلفیاتونو پای ایفل حتما بر سیاوش بفرست، چون من اینجوری نگاه میکنی طرف خودکشی کرده، به من چه به تو چه؟ امشب هم اینجا میمونی، فردا میری سر خونه زندگی، همه چیزم فراموش کن. گفتم که اگه بچه خوبی باشی و نذاری بفهم حرفای آزیتا به خاطر تهدیدهای من بوده، هیچ اتفاقی برای ترانه نمیفته. امیر ترانه تو زندگیش سختی زیاد کشیده، اذیتش نکن. چرا فکر میکنی بخوام اذیتش کنم؟ دختر خیلی زرنگیه، فقط یه ذره کار داره. یه سال که بره اون طرف رو برگرده بیاد، باز خودش شده یه پا شهلا. مزخرف نگو، دیرت میشه. مثل همیشه حواست به همه کس و همه چیز که میاد و میره باشه. چشم. یه وقتی هم کاری داشتی زنگ میزنی به شهلا، کارا رو بهش میگی. چشم. اگرم مشکلی پیش اومد دیگه نمیخواد بهش زنگ بزنی، به خودم بگو.
چرا نرفتی؟ با هم میریم. به پلیس زنگ زدی؟ آره زنگ زدم. بودو فقط پاشو. دارومم نه آشوبم نگه می